خبر؟ چرا این دیدی کردی؟ های زاهد جان، های یکی میشه به من بگه اینجا چه خبره؟ پرو بجه به من کمک بگیری. از کی میخواستی کمک بگیری؟ از سیمور. از سیمور؟ سیمور کیه؟ پرو به سیمور دیگه، سیمور به من باباشه؟ بله، سیمور به من پیغام میده. خب ما میخواستیم ازش کمک بگیریم. بابا جان چرا اینا رو رفتین تو هم دیگه کردین؟ پس فاصله اجتماعیتون کو؟ سوشال دیستنسینگ رو فراموش کردین؟ وای 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 مگه بابا؟ خسوه جان شما به ما نخواه. آره گفتم بهتون وسایل رو آماده کردم، اینا رو گذاشتم که درست کنیم، ولی نگاه کن همه رو گره زدیم. باشه ببینم چی؟ باشه ببینم. بابا جان حالا چرا اینجا رو اینقدر به هم ریختی؟ ایلیان تو بگو. نه خودت بگو. شما بگو. بابا ول کنیم، بیخیال بیخیال، نمیخواد کسی چیزی بگه. شما دوتا پاشین بیاین برین اون ور، اونجا رو مرتب کنین. تو هم این پر رو بده به من. نه پرم. تو قول داده بودی که اینجا این منگوله ها رو درست کنی، همه کارا رو با بچه ها هماهنگ کنی، ولی این کارو نکردی. نمیشه منم با شما بیام اونجا؟ نه نمیشه، به خاطر اینکه اول اینجا رو باید تمیز کنی، بعد میای اونور به من میگی که اینجا چه خبر بوده. بله. بریم دیگه با آماده شی. بریم، من الان آمادم. منم آمادم. و ماسکت کو زلزلک؟ ماسک. I don't like it. You don't like it? No. دیگه به لایک کردن و لایک نکردن نیست. بعد بذاریم هم برای سلامتی خودمونه وقتی میریم بیرون، هم برای سلامتی دیگران. I know. اما میدونی رامینا؟ بله. این ماسکا اصلا خوشگل نیستن. ناره راست میگی، خوشگل نیستن، ولی خیلی مهمه که بپوشیشون. بله، حالا بله. بذار یه کاری میکنم که خیلی خیلی دلت بخواد بذاری ماسکتو. Thank you رامینا. خواهش میکنم بذار، ولی میخوام از همه چیه طبیعی استفاده کنیم با مهر. What? Stamp. Stamp. بله با stamp. حالا اگه تونستی حد بزنی با چه مثلا میوه یا چیزی میتونیم که طبیعی باشه میتونیم مهر درست بکنیم؟ I don't know. You don't know. خب من الان بهت یه ایده میدم. وقتی میری بیرون راه میری، مخصوصا تو پاییز، پاهات هی صدا میدن، روی چیزایی راه میری قرچ قرچ صدا میده، اونا چی هن؟ leaves. بله. Yes. آره ما اینجا از این برگا داریم که میتونیم به عنوان مهر استفاده بکنیم، چون یه خطای خیلی خوشگلی روشون هستش. Amazing. بله. حالا یه چیزی هم هست که ترشه. لمن؟ لمن؟ آره لمن میتونیم استفاده بکنیم. ما اینجا لیمو سبز داریم. حالا لمن لیمو زرده، ولی ما اینجا از لیمو سبز استفاده میکنیم، چون لیمو ببین چه خطه خوش، خطای خوشگلی توش داره. پالپش یه خطای خیلی خوشگلی بهش میده. حالا اگه بخوایم ولی مثلا یه شیپ خیلی خاصی که خودمون دوست داریم، مثلا قلب یا ستاره استفاده بکنیم، میتونیم سیب زمینی رو پتیتو میتونیم سیب زمینی رو یه جوری کات بکنیم که اون شیپی که ما دوست داریم رو داشته باشه، مثل ستاره یا قلب. حالا بچه بعد با هم دیگه یه کاری بکنیم که زازادک راضی بشه این ماسکشو بپوشه دیگه. بله. ماسک خوشگل میخوام. بله. خب حالا ما این ماسک معمولی رو برمیداریم، میتونه پارچه‌ای باشه، میتونه اینجوری از این پزشکی‌ها باشه، هر جوری که دوست دارین یا هر چی که دارین استفاده میکنین، و ما هم از رنگ طبیعی میخوایم استفاده بکنیم. حالا اینجا رنگ فابریک پینت داریم، رنگ که مخصوص پارچه است، ولی خونه مثلا اگه مامان دارن لبو درست میکنن، لبو میجوشونن، بیتس یه رنگ خیلی
قرمز بنفش پررنگی داره، خیلی خوش رنگه. میتونین از آب اون که میجوشه استفاده بکنین یا پوست پیاز، اونم یه رنگ صورتی کم رنگ خیلی خوشگل میده. میدونیم که من صورتی خیلی دوست دارم. بله من خب حالا اول با لیمو شروع کنیم، سیب زمینی یا برگ؟ اول با پتیتو. اوکی، من این قلب ستاره رو بردم، ستاره که خوشگل بشه میری بیرون. بله خب این ستاره تو آسمون. مهرمون رو برمیداریم، یه کوچولو میذاریم توی رنگی که داریم. حالا من اینجا دارم از فابریک پینت استفاده میکنم، رنگی که برای پارچه است، ولی اگه نداشته باشین همونجوری که گفتم از رنگای دیگه هم، رنگای طبیعی دیگه مثل لبو و پوست پیاز میتونین استفاده بکنین. یکم اضافه هاشو بردارین، حالا همینو استمپ میکنیم روی ماسکمون. بذار ببینیم من این گوشه یه دونه انجام بدم ببینیم چه. بعد خوب فشار بده که رنگش خوب ترانسفر بشه، خیلی خوشگل میشه. آره حالا بذار بردارم. ببین؟ بله خب یه ستاره داریم. حالا بیا یه لیمونم انجام بدیم، خیلی دوست دارم ببینین این لیمو چه خطای خوشگلی داره که همینجوری نگاش میکنین متوجه نمیشین. منم دوست دارم ببینم. خب اینم میذاریم توی رنگی که داریم. آروم، زیادم نمیخوای رنگی باشه. اضافه هاشم از بغل بشقاب اینجوری. خب ببین اینم مثل مهر سیب زمینی که استفاده کردیم، اینم اون گوشه بزنم؟ بله خوبه؟ بله این طرفش بزن. خوش آره این طرفش میزنم. اینم باز میخوای خوب فشار بده که بله رنگش فشار بده که خوشگل بشه. خب این خطای لیمونم شاید من یکم زیاد فشار دادم، ولی کم هرچی بیشتر فشار بدین بیشتر رنگ پر رنگ تر میشه، کمتر یکم لایت تر میشه. خب حالا بیا، چون الان منم دلم از این ماسکا خواست، ماسک خودم رو نمیخوام بذارم، منم یه دونه برای خودم درست میکنم که اینجوری هم من یه دونه داشته باشم هم تو. وای خیلی خوشگل میشه، مثل هم بله. خب حالا ما ماسکمون رو برمیداریم و لیفا رو میذاریم. میخوام یه جوری باشه انگار لیفا دارن مثلا میافتن. بله. خب این لیف رو میذاریم تو رنگمون، خیلی یواش، زیادم رنگی نباشه. خوبه؟ بله. خب بچسبونیم. ببینیم چه جوری میشه. خیلی خوشگل شده. آره بذار بردارم. بذار یه کم دیگه، این احتمالاً رنگش کم بود. امینا از رنگ‌های مختلف هم میتونی، از رنگ‌های مختلف میتونی هر رنگی دوست داری میتونی استفاده، مخصوصاً اگر رنگ طبیعی که هر، حتی با بلوبری هم میتونین رنگ مثلا آبی بنفش درارین و اینا. خب حالا که ماسکامونو داریم، الان شما راضی شدی با ماسکت؟ این خوشگل به اندازه کافی خوشگله که بذاری بری؟ بله الان اینو دوستش دارم. خب خیلی هم خوب، الان دیگه ماسکو میتونم بپوشم بریم با هم دیگه بیرون. بله الان با هم بریم بیرون. اینم یه دونه دیگه میذاریم که قلبش هم ببینین چه جوری میشه. I heart you. خب بچه شما هم درست کنین از این ماسکا. آره خب بچه ها من میخوام که شما ماسکتون رو که تزیین کردین با این مهرای مختلف طبیعی و رنگ طبیعی که استفاده کردین، یه سلفی خیلی قشنگ بگیرین از خودتون و با هشتگ TKT و هشتگ Tear Gone Kids Time یه سلفی خیلی خوب بگیرین، پست بکنین که ما همه ببینیم چه آیدیایی داشتین یا چی استفاده کردین برای ماسک طرح داره. بله الان منو تا ماسکامونو بپوشیم بریم با هم یه سلفی بگیریم. بریم بیا حالا من کمک بکنم که بذاریم. مرسی بچه، خدافظ.
بیا بذار ببینم که این بعد بره پشت گوشت اینجا. خب 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 بیا تکون نخور تکون نخور. خب شد. آره این هم این ور این ور این ور این گوشه. خب خوبه؟ بله خوشگل شدی. دست نزن. خب کارم تموم شده. نه ولی نگاه کن این دوتا هم مونه اینا رو هم بس کن. بله بله. سهر جون جانم هم میشه یه میوه داشته باشم؟ اول ببین کارتو تموم کن بعد. مرسی. دست نزن. باشه. سهر؟ بله. کارم تموم شد. کارتون تموم شد؟ آره. خب شما قرار بود به من بگین که اونور چه خبر بود که همه جا رو به هم ریخته بودین؟ خب اول خیلی سخت بود منگو رو به تناب عوض کنی. خب پس زازلت گفت خب. که با پرش به سیمرغ تکس میزنه. بله بله با پرش. با پرش؟ بله بله. خواستیم کمک بگیریم از سیمرغ. خیلی سخت بود. بله. آره. خب؟ هم بعدش بازالک تو میخوای بگی الان؟ آره آره. ببین سوهر اینا اومدن پر بگیرن. خب. بعد من پریدم رو میزنم. پریدیم زیر میزنم. آه مای گاد. اینجوری شد که همه چیزو پریدین و پرت کردین زیر میزنم. آره. بله. بعدم من فرار کردم. اینا هم فرار کردن دنبال من. ولی ما بس شده بودیم تنابا گیر کردیم به هم دیگه. بله بله بله. خب ببین نگاه کن واسه همین بود که اینقدر اینجا رو به هم ریختین. آره تمام کانوا تو هم رفته. آره تو میدونی اینا رو به خاطر اینکه من اومدم دیدم همه چی رفته رو هوا. وای تمام کانوا همه جا بود. آره چه شما بچه‌ها قانون رو زیر پا گذاشتین. چی؟ ما چیزی زیر پا نه بابا منظورم اینه که اون قانونی که با هم گذاشتین کارا رو انجام بدین فاصله اجتماعی رو رعایت کنین همه رو فراموش کردین. بله بله پس همین اینجوری که نمیشه که. بله پس بگی تو مسیج داد. مسیج داد. کی مسیج داد؟ سیمار. کی؟ سیمار دیگه ما اینجا مسیج داد. سیمار به کی مسیج داد؟ بله فکر میکنم مسیج دوباره مسیج داد. به کی مسیج داد؟ بیارش جنو بیارش کی داره مسیج میده؟ اینو میگی؟ بذار من بخونمش. بچه ها گوش کنید گوش کنید. چی میگی سیمرغ چی رو میخوای بخونی؟ میگم سیمرغ زار زارک ها؟ گوش کن گوش کن ببین سیمرغ چی گفته. باشه. گفته که وقتی که یک قانونی میذاریم یعنی یک کاری رو انجام بدیم خب. یا انجام ندیم یعنی که یک قانون درست کردیم بچه ها متوجه شدیم؟ بله بله بله. اینا رو یعنی همه رو سیمرغ گفته؟ بله بله بله. تو کجا گفته؟ تو این؟ بله. بعد وقتی میگیم که سوشال دیستنسینگ یعنی یه قانونی که باید انجامش بدیم متوجه شدی؟ بله همه اینا رو سیمار گفته. والا من که سردر نمیارم شما دوتا الان میبینین؟ آره این مسیجو؟ آره. شما میبینین؟ یعنی شما میخونین؟ آره. میبینین؟ بله بله خب بچه من... فکرم شما میتونین به سیمار مسیج بدین. به شما بیا 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 یه ذره نزدیک من بیا نزدیک بیا ببینم ببینم کو ببینم بیا پیغام بدین یه پیغام بدین. سلام سیمار. وا! جواب داد! جواب داد شما رو داد بچه ها هودا! یعنی چی؟ پس چرا من نمیتونم ببینم؟ نمیتونم ببینی! بذار من یه مسیج بدم! وای 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 وای! بذار من مسیج بدم! چطوری سیمور؟ وای وای! جواب شما رو هم داد بچه ها! من که واقعا سر نمیارم! من خیلی خوبم بچه ها! و شما رو دوست دارم! هورا! خیلی خوب! فعلا وقتی بازیاتون تموم شد بیاین اونور کارا رو انجام بدیم من که واقعا کلافه شدم دیگه. باشه باشه تو برو باشه یه مسیج دیگه بیا بچا بیا یه زن عزیزت بیا وای وای بیا بیا پیغام دیگه بهش بدیم باشه 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 شما رو دوست داره بچا شما رو دوست داره سیمار هی هی
وای بذار بخونم ببینم چی نوشته دیگه. خب اینجا راجب قانون نوشته، راجب این که شماها رو دوست داره. وای چه پسرهایی، بچه خوشحالم که شما میتونین بخونین. وای بذار ازش بپرسم چرا با بچه ها فقط میتونم مسیجاشو ببینم. خب برای اینکه تیمور چرا بچه ها فقط میتونن مسیج تو ببینن؟ خب برای اینکه سیمرغ بچه ها رو دوست داره. برو. بله بله. سلام ایلینا جان، خوبی؟ سلامتی؟ میدونی توی کشور ما ایران قدیما خیلی خوشسالی میشده و الانم بارون کم میباره، میومدن شعرهایی رو میخوندن و یه سری کارهایی میکردن که بارون بیاد. توی خراسان جنوبی میومدن بچه هایی که مثل شما بودن دور هم جمع میشدن، هر کدوم یه تیک پارچه میآورده و با استفاده از چوب و پارچه و خمیر آردی که خودشون بازم اونو کش میکردن، گندم حاصل میشده و آرد میکردن، استفاده میکردن، میآوردن و عروسکی رو درست میکردن، بهش میگن تارو. عروسکی که میخوایم درست کنیم عروسک آینیه. حالا با هم انجامش بدیم اینجوری، تا یکی سرش باشه و یکی هم حالت دستش باشه. این عروسک و این پارچه ها رو می اومدن از همون لباسای کهنه‌شون ریش ریش می‌کردن و بهش وصل می‌کردن، براش سر می‌ذاشتن، براش شال می‌ذاشتن یا براش روسری می‌ذاشتن و توی کوچه به کوچه، در خونه به خونه می‌رفتن و شعر رو می‌خوندن. بعد مادرها می اومدن یک کاسه آب می‌کردن، اینجوری مثلا یک کاسه آب می‌کردن، می اومدن می‌ریختن رو سر این عروسکه و می‌گفتن انشالله بباره بارون. همین مادرها براشون یکم آجیل یا هر چی که داشتن و اینها رو در آخر بچه‌ها با خود بین خودشون تقسیم می‌کردن و این عروسک رو مینداختن توی جوی آب. حالا با هم عروسکش رو درست کنیم. یکم میشه کرده بیزی، یکم آرد می‌ریزیم، یکم سفیده تخم مرغ. میدونی چرا؟ چون تخم مرغ باعث سفیدش باعث میشده که این محکم بمونه. حالا تو با این چوبه برام همش بزن، اینا رو با هم مخلوط کن. اول گفتم پس چوب رو به هم کیپ میکنیم. تالو من تالو، الله بده تو بارو، به حق ده مکارو، به حرمت مزارو، ایشالله به بار بارو، به حق ده مکارون، های بار خدا بارو حده، از گز گو رونو حده، ایشالله به بار بارون، به حق قده مکارون. حالا شما باید رو دستش رو خمیر بزنید، دور تا دورش رو خمیر بزن. از سر لباس شروع میکنیم. شما به بار بارون، به حق قده مکارون، ایشالله به بار بارون، به حق قده مکارون. اینم عروسکی که ساختیم، ایشالله که ایرانمون بارون بیاد و همه جا سبز سبز بشه. من بیری همدد غوی مبون یارده اول هوا ده بد نای نشرم الله، اول هوا ده بد نشرم الله، من بیری همدد غوی مبون یارده چرا جواب نمیده؟ سال زرک چرا نمیخوابی؟ منتظرم جواب بده.
کی جواب بده؟ سیمرغ. مسیج دادم جواب نمیده. سیمرغ؟ آخه این وقت شب؟ بله. آخه بابا این وقت شب که کسی به کسی مسیج نمیده. مگه مسیج دادنم قانون داره؟ آره دیگه، وقتی دیر وقت بشه آدم معمولا به کسی مسیج نمیده، ولی هر کاری اصولا یه قانونی داره. بله، یعنی تو میگی خوابیدنم قانون داره؟ آره دیگه، خوابیدنم یه قانونی داره. تو بعد خودتو حاضر کنی برید دستشویی، دست و صورتتو بشوری، مسواک بزنی. بله بله. آره دیگه چی؟ بعد بیای تو تختت قشنگ. بله. خودتو قشنگ تو تخت راحت باشی، بعد پتو رو بکشی رود، بعدم آماده شی و بخوابی. هیچی یادت نرفته؟ دیگه چه قانون دیگه داره خوابیدن؟ اوه ناقلا داستان. بله. آره خیلی خوب. قصه قبل از خواب. خیلی خوب. چه داستانی دوست داری برات بگم؟ لطفاً هفخان. هفخان؟ بله. خب هفخان از کجا شنیدی؟ سیمرغ قرار بود برام بگه. او سیما. بله، سیما خیلی چیزا میدونه ها. بله بله. خیلی خوب. روزی روزگاری کیکاووس پادشاه ایران بود. کیکاووس. آره بله. کیکاووس. کیکاووس شب خوابی دید، خواب مازندران. واو. آره. مازندران کجاست؟ مازندران یه استانی تو شمال ایران. آه. آره. خلاصه تصمیم میگیره که به اونجا حمله کنه. آره دیگه، میخواسته اونجا رو برای خودش کنه. آره مشاورش که زال بوده. زال. آره زال بوده. مثل من. آره اون بهش مشاوره میده که ببین نرو، پادشاه‌های قبلی هم که اونجا رفته بودن همشون جونشون از دست دادن، نتونستن. آره ولی کیکاووس قبول نمیکنه، میگه نه من میفرستم سپاه همو میگیریمش. حرف زالو گوش نکرد. نه نکرد دیگه. بله بله. خلاصه اینا همشون شروع میکنن و حمله میکنن اونجا، ولی چشم روز بعد نده. پادشاه مازندرانم میفهمه که اینا دارن میان. چیکار کرد؟ رفت یه دیو سفیدی رو خبر کرد که همه اینا رو کور کرد. وای دیو. آره. سپید. آره با یه چی ترسناک. خیلی با یه پودری که داشت همشونو کور کرد، فرستادشون توی غار زندانیشون کرد. وای وای سکری. خیلی. خلاصه بعد از این کیکاووس گفت چیکار کنم، اومد به زال گفت این اتفاق افتاده. زال رفت پیش بچهش رستم. خب؟ آره رستم یه پهلوان خیلی. وای. آره خیلی رستم. بزرگ و خوبی بود. گفتش که آره پسر زال. خلاصه اون گفتش که ببین من تنها راه نجات تو میبینم، تو باید بری با رخش اسبت و اینا رو نجات بدی. آره چی رست... بود اسم اسبش؟ رخش. آره بله بله دقیقاً. اینا خلاصه با هم دیگه میرن، شروع میکنن و میرن. حالا اتفاقایی میفته تو این مسیر که چه اتفاقایی؟ آره الان برات میخوام تعریف کنم دیگه، ولی این اتفاقا رو میگن خان. آره هر اتفاق یه خان. خلاصه اینا هم شروع میکنن میرن و میرن و میرن و میرن و میرن، میرسن به یه دشت خیلی بزرگ. آره پر گورخر. ببین دشت یه زمین خیلی پهناوری که معمولا توش چمن داره، بعد معمولا توش اسبا و گاوا و اینا چرا میرن. آره وای وای. اونجا پر گوره خر بود. خلاصه اینا هم که خسته شده بودن و اینا میگن که بیا یه دونه از اینا رو شکار کنیم بخوریم و خستگیمون رو در کنیم بخوابیم. بح بح. آره حالا آره میخوابن و رخش ولی بیدار بوده. همینجور که خواب بودن یه شیر خیلی بزرگی میاد. آره خیلی وحشتناک بوده، ولی رستم اینقدر خسته بوده که دیگه بیدار نمیشه، ولی رخش میپره و با پاش میزنه تو سر شیر. آره میکشته. آره خیلی قوی بوده. خلاصه میگیره میکشتش و رستم که بیدار میشه صبح میبینه که یه شیر کنارش افتاده. تعجب میکنه، به رخش میگه این چی بود؟ این کی بود؟ میگه آره این اتفاق دیشب افتاده ولی من کشتمش، نگران نباش. ولی آره ولی رستم ناراحت میشه، میگه تو بعد منو بیدار میکردی؟ بله اگه بله. یه اتفاقی برات میافتاد اون وقت چی کار میکردی؟ بله بله. آره خلاصه
میرن و میرن و میرن، دوباره شروع میکنن رفتن، همجوری میرن میرن، آخرای شب میرسن به یه بیابون خیلی بزرگ. کجا؟ بیابون. بیابون یه جایی که بیابون؟ ببین بیابون یه جایی که خیلی بزرگه، بعد داغ داغه، خیلی سخت آب آره پیدا میشه. اینا تشنه و گشنه دیگه داشتن میمردن، داشتن میپختن. ناگهان یهو یه گوسفند میبینن. آره میگن خیلی خوب بذار این گوسفند رو فالو کنیم ببینیم که کجا میره، احتمالاً باید یه چشمه ای آبی چیزی باشه. بله خلاصه میرن و دنبالش و اینا میبینن آره یه چشمه است. خلاصه خیلی خوشحال میشن و میرن خودشون رو میشورن، آب میخورن، سیراب میشن، میگن یه چیزی هم خلاصه درست میکنن و میخورن. میگن آره دیگه استراحت کنیم، دیگه استراحت کنیم و فردا به راهمون ادامه میدیم. ولی برخش میگه که ببین تو باید حواست باشه، اگه اتفاقی افتاد یا چیزی شد من بیدار کنی، یا تنها نخواهی کاری بکنی اتفاقی برات بیفته. بعد باید حرف آره. بزرگتر رو بعد قول بدی. بله آره. خیلی خوب، این دیگه پایان خانه دوم بود. تموم شد. آره دیگه وقت وقت خوابه دیگه، بقیهش رو برات بعدم میگم. خب باشه الان بخوابم؟ آره دیگه بخواب قشنگ راحت. بگی بخواب، پتوت هم بکش رود. بله قشنگ پتوت رو بکش رود. آخه سوهه جان جونم گود نایت. گود نایت، بای بای. گود نایت. منم برم دیگه، سیمرغ مسیج ندار. بخواب. بله خداحافظ. سپاس. گود نایت. گود نایت. Thank you.